الان صحبت کردن به اینجا خیلی سخته برای من، ولی من اینو صدا نمیاد. من فقط میتونم بگم که من نمیدونم شما من چی من دوست داریم، ولی من شما رو خیلی دوست دارم. درود بر شما. در هشتم آذر ماه سال 1376 در استادیوم MCG شهر ملبورن استرالیا، ایران با دو گل از استرالیا عقب افتاده بود. برای ودوکا به ویدما تو با برخورد به پای استیلی در جناح چپ هر شکل به لزریدس میرسه، توپ بلندی رو روی دروازه ما میرسه، کیون با سفر میگرده فاستر به تیر دروازه میزنه و ویدمار به تیر دروازه به حساب رو دو هیچ. در اواسط نیمه دوم یک استرالیایی به زمین مسابقه آمد و تور دروازه ایران رو پاره کرد. حالا یه نفرم به دلیلی که فقط خودش میدونه نمک هم به زخم میپاشه و تور دروازه ما رو پاره میکنه. متعاقب این رویداد کریم باقری موفق شد که نخستین گل تیم ملی فوتبال ایران رو به ثمر برسونه. زلش مزاحمش هست، توپش رو به دایی میرسونه، اون رو دور میزنه، به تعامی میرسه، کجا خود عزیزی صاحب توپ میشه، مرد توپ رو دور میکنه، عزیزی توپ رو برای باقری و گل اول ما به ثمر میرسه. و حالا کار خیلی تغییر میکنه. بعضی وقتا آدمای نادون باعث پیشرفت میشن، باعث وحدت میشن. شاید این بابایی که تور دروازه ما رو پاره کرد به ما بد نکرد. ایران نیاز به یک گل دیگه داشت که با تساوی 2-2 به خاطر گل در خانه حریف به جام جهانی سال 1998 صعود بکنه. بوزنیش توپ بلندی رو برای زمین ما میکسه، کریم باقری توپ رو برمیگردونه، دایی عزیزی رو میبینه. کاش این زمین کوچیک‌تر بود. مردم از شادی سر از پا نمی‌شناختند. در عمر جمهوری اسلامی چنین شادی، چنین پایکوبی و چنین حضور زنان و مردان در همه خیابان‌های ایران بی‌نظیر بود. روز بعد از این شادی در ملبورن استرالیا و در هتل محل اقامت بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کمبرا جشنی رو برگزار میکرد. ایرانیان مقیم استرالیا و ایرانیانی که از سراسر جهان برای تماشای این مسابقه، یعنی بازی ایران استرالیا، به ملبورن آمده بودند در سالن بزرگی در این هتل جمع شدند و به شادی پرداختند. در گردهمایی ایرانیان مقیم ملبورن استرالیا، علی‌رغم این که سفیر جمهوری اسلامی به هر حال صحبتهایی رو می کرد که شاید خیلی با فضای جشن مانوس نبود، اما به نظر می اومد که یه هماهنگی تازه، یک مصالحه‌ای در جریانه. خدا شاهد است امروز ما دو بار تفعول زدیم به قرآن، هر دو بار سوره انا فتحنا لک فتحا مبینا آمد. از اون طرف ایرانی ها با رقص و پایکوبی در مقابل تصویر آقای خمینی
و در حضور سفیر و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی می رقصیدند. بسیار صحنه‌های دیدنی و باور نکردنی انجام می شد. به نظر می آمد که فوتبال چه در تهران و چه در ملبورن فضا رو عوض کرده. به نظر می رسید که دستاوردی بزرگ، نه تنها رفتن به جام جهانی، دستاوردی ورای رفتن به جام جهانی ایجاد شده. همه از هم راضی بودند، همه خوشحال بودند و همه به نوعی مسائل همدیگر رو و مطالب همدیگر رو هم گوش می‌کردند، هم بهش عمل می‌کردند. تیم ایران به ایران علی‌رغم اینکه فکر می‌کردم با فضای ایجاد شده میلیون‌ها آدم، شاید حداقل 1 میلیون نفر به استقبال تیم ایران خواهند رفت، ولی حکومت آمد و یه خورده جمع جور کرد قضیه رو. یک هلیکوپتر نظامی آوردند و بچه‌ها رو به استادیوم 100,000 نفری بردند. باز هم خوب، از همه بهتر اینکه بانوان هم به استادیوم آمده. همه چیز فوق‌العاده به نظر می آمد. فوق‌العاده که نه در مقایسه با کشورهای مترقی دنیا، در مقایسه با آنچه که فضای ایران و شرایط ایران داشت، همه چیز فوق‌العاده به نظر می آمد. روز تمام شد و نگرانی که من در فیلم گزارشگر بهش اشاره کرده بودم اتفاق افتاد. از تماشای صحنه‌ها شادیم وصف ناپذیر است. دلم می‌خواهد تا همیشه ادامه یابد. دلم می‌خواهد فیلم تمام نشود. هراسانم از این که باز شادی تمام شود. همه چیز فرام دیگه، نه از شادی خبری بود در خیابان‌ها و نه از حضور بانوان در ورزشگاه‌ها. دیگه از اون تاریخ نه سفیر اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب در ملبورن مجلس شادی برگزار کرد و نه ناظر بر رقص و پایکوبی ایرانیان شد. شاید اگر همون روز نخستین مسابقه فوتبالی که بعد از اون مسابقه در واقع در ایران برگزار شده بود، ما مواظب این بودیم که بانوان واقعا به استادیوم برن، پای رفتن اونها به استادیوم می استادیم هممون، چه بانوانمون چه آقایانمون، شاید مسائل خیلی فرق می کرد. اما ما پیگیر نشدیم. پنداری یک خواب بود، یک خوابی که گل خداداد عزیزی برای ما ایجاد کرد، سیستم ازش بیشترین استفاده ها رو کرد، ما هم یک روز خوش یا 2 روز خوش داشتیم و بعد به خانه اولمون برگشتیم. پیگیری طبیعتاً هزینه داره، اما بسیار می‌ارزه. حکومت ها به هر حال نهایتاً مجبورن که به حرف مردم عمل کنن، به پیگیری مردم نمیتونن بیتوجه باشن. حکومتم شعار اصلاحات میداد اون روزها، ولی هیچ چیزی فرق نکرد و هنوز که هنوز است زنان ما به استادیوم نمی آیند.
اما همونجور که در جریان هستید، تا کمتر از 6 هفته دیگه مسابقات جام ملت‌های آسیا در استرالیا برگزار میشه. استرالیا همیشه برای ورزش ما خوشیان بوده. از مدال‌های طلای تختی و حبیبی که نخستین مدال‌های طلای المپیکی ما در سال 56 و در ملبورن اتفاق افتاد تا همین بازی که بهش اشاره کردیم در سال 98 و همچنین 3 مدال طلا در المپیک سیدنی که ما برای نخستین بار به 3 مدال طلا دست پیدا کردیم، همه از اتفاقاتی است که در استرالیا افتاده. استرالیا علاوه بر اینکه شگون داره برای ما، به نظر من جایی است که روحیه ورزشی رو شما در حد بسیار بالایی میتونید ببینید. فرض کنید که این بازی در تهران بوده، فرض کنید که ما حملات بسیار زیادی رو روی دروازه استرالیا داشتیم در ایران، 2 گلم جلو بودی، بعد استرالیا 2 گل به ما زده و به وسیله این 2 گل برای جام جهانی 98 فرانسه در استادیوم 100,000 نفری انتخاب شد. ایرانیایی که اونجا بودن تا ساعت‌ها در استادیوم مشغول رخت و پایکوبی بودن. در استادیوم آزادی این استرالیایی ها جشن میگیرن، هیچکی هم کاری به کارشون یقین نداره. بعد فرداش هم میان تو هتل استقلال، کارکنان هتل هستن، اصلا هم ناراحت نیستن از اینکه تیمشون به جام جهانی نرفته. تیم ایران، استرالیایی ها سفیرشون میاد و جشن میگیرن و سرود میزنن و شادی میکنن و بعدم با خیر و خوشی میرن دنبال کارشون. تازه نکته جالب این است که اکثر این ایرانی ها که اینجا دارن رقص و پایکوبی میکنن کسانی هستن که بیشترشون تا اونجایی که من میدانم که به این کشور پناهندم شدن، یعنی اومدن گفتن اونجایی که ما بودیم جای خوبی نبوده و خلاصه لطف کنید و به ما اقامت بدید و اینا. عکس خیلی هاشون، مثلا منظورم این است که اینا خیلی تأملشون بالاست، شاید ما خیلی نتونیم این وضعیت رو تحمل کنیم. شاید هم البته من سالها از ایران دور بودم، من اشتباه میکنم و هر تیمی بیاد ایران هم اگه یه موقع ببره ما همینجوری باش برخورد. امیدوار هستم روز 31 ماه ژانویه سال 2015 میلادی ایران به فینال مسابقات در جام ملت‌های آسیا رسیده باشه، فینال رو ببره و بزرگترین جشن رو ایرانی‌ها در سیدنی، مسابقه فینال در سیدنی هست، در سیدنی و همچنین در سرتاسر ایران برگزار کنند و اگر کردند برخلاف سال 76 این بار تا به آخر بیستند و بگیرش باشند.